برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ضریح حرم حضرت رقیه سلام الله علیها به همت ایرانیان و جمعی از خادمان این آستان باز شد تا ضریح جدید جایگزین آن شود. فضا برای نصب ضریح جدید حرم ریحانة الحسین علیه السلام آماده و قطعات این ضریح که در ایران و توسط یک فرد نیکوکار ساخته شده به داخل حرم منتقل شد. وزرا، سفرا و هیئت‌های رسمی از 30 کشور جهان و همچنین پژوهشگران و متخصصان از 100 کشور به منظور بررسی مقابله با پدیده تنفر و ممانعت از آثار ویرانگر آن بر جوامع و کشورها و همچنین اتخاذ راهکارهای برای پایان دادن به آن دور هم جمع شدند. لوئیز مارینیو نماینده رئیس جمهور برزیل در این کنفرانس با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی و لزوم همکاری برای جایگزین کردن تسامح به جای تنفر اظهار داشت. اقلیت مسلمان یکی از یک پارچه ترین اقلیت ها در جامعه برزیل است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان مجلس از تعیین متولی برای مهاجرین افغانستان در ایران خبر داد. وی با تأکید بر ضرورت تأسیس سازمان ملی اقامت گفت تعیین متولی برای رصد و شناسایی اتباع خارجی و ارائه خدمات آگاهانه به آنها ضرورت دارد. منابع محلی از کشته شدن 11 نیروی نظامی و شهروند غیر نظامی بر اثر دو حمله همزمان سنی‌های تندروی داعش به یک پایگاه ارتش و یک منطقه غیر نظامی در شمال شرقی نیجریه خبر دادند. از سوی دیگر بر اثر حمله سنی‌های تندروی داعش به شهر القنطره در شرق مصر دو افسر و 5 سرباز نظامی کشته شدند.